بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و مردم خوب کشورمون. در آستانه سالگرد ارتحال مرد بزرگ تاریخ ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم، جا داره از همینجا رحلت جانگداز امام راحل رو خدمت همه مردم خوب کشورمون تسلیت عرض بکنم. بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران، امشب شما شاهد دومین مناظره بین کاندیداهای محترم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستید. امشب در خدمت دو تن از کاندیداهای محترم هستیم، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، خیر مقدم عرض میکنم و خسته نباشید میگم. اگر گفته شنودی و سلام علیکم با بینندگان دارید بفرمایید، بعد من در خدمتتون هستم. آقای احمدی نژاد بفرمایید. یعنی نوبت دادید صحبت کنیم یا اینکه الان یک سلام علیکم با بینندگان، بعد من توضیحات دیگه رو عرض خواهم کرد. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ و سرفراز ایران. ایام رحلت امام راحل رو تسلیت عرض میکنم و برای همه مردم سربلندی و سلامت و عزت روزافزون مسئلت دارم. خیلی متشکرم آقای موسوی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و خوشحالم که باز از طریق این رسانه در میان شما هستم. وفات حضرت امام رو که ما همه هویتمون و عزتمون از وجود مبارک ایشان هست و همه شما تسلیت میگم. انشالله پیروز باشید. خیلی متشکرم. من قبل از اینکه طرح مسئله بکنم یک توضیح خدمت دوستان عرض بکنم که در ابتدا هر یک از بزرگواران در حدود 10 دقیقه صحبت می‌فرمایند و بعد ما بقیه صحبت‌ها رو بفراخوانیم. من وقت رو دارم، قاعدتاً اگر برادرانم کمک کنند در تنظیم وقت به من تشکر می‌کنم. حدود 41-42 دقیقه وقت برای هر یک از دوستان هست. بر اساس قرعه کشی که انجام شد آقای احمدی نژاد شروع کننده بحث هستند و آقای موسوی پایان دهنده بحث ها. آقای احمدی نژاد، قاعدتا هر کسی دارای دغدغه هایی است، اگر دغدغه های ذهنی فردی و اجتماعی. شما در صحنه هستید و می خواهید در صحنه باشید به عنوان کاندیدا که در این رقابت به عنوان ریاست جمهوری احتمالی خواهید بود. مهمترین دغدغه های شما که باعث شده شما در صحنه باشید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدی. من ابتدا خدای بزرگ رو شاکرم که فرصت داد یک دوره در خدمت ملت عزیز ایران باشم و از مردم خوبمون به خاطر همه حمایت ها و بزرگواری ها و همراهی هاشون تشکر میکنم. آرزو میکنم که ملت ایران همواره سربلند باشد. یاد امام عزیز، شهدای بزرگوار، ایثارگران، جانبازان و آزادگان رو گرامی میداریم که راه سربلندی رو در برابر ما قرار دادند و امروز هر چه داریم از اونهاست. انتخابات عرصه بسیار مهم سرنوشت است. انتخابات در کشور ما فقط انتخاب یک فرد نیست، بلکه انرژی گرفتن ملت برای پرش‌های بلند به سمت قله‌های عزت و پیشرفت است. فضای انتخابات باید فضای پرشور و نشاط باشه. فضای انتخابات باید سرشار از منطق و دوستی ها و همافزایی ها و برادری ها باشه. من میخوام در ابتدای
عرائزم گله بکنم از برخوردهای بسیار منصفانه و ظالمانه، بلکه دروغ پردازی های بزرگ و تخریب بی سابقه ای که علیه یک دولت انجام شده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب ما نداشتیم، چه در طول دوران یک دولت چه در ایام انتخابات، اینقدر حجمه سنگین علیه دولت. به نظرم علتش اینه که دوستانی که تصمیم گرفتن وارد عرصه بشن احساس کردن که در هیچ یک از عرصه‌های مثبت و سازنده قدرت رقابت با این دولت رو ندارن، به خصوص در عرصه خدمات گسترده دولت که بی‌نظیر بوده. در هر بخشی ما وارد میشیم در مقایسه با دولت‌های قبل، گرچه اونها هم خدمات ارزشمندی رو داشتن، کار دولت و اندازه چند دولت بوده است. به خصوص در عرصه بین الملل متاسفانه پیروزی های بزرگ ملت رو هم انکار کردن، خدمات دولت رو به طور مطلق منکر شدن. ای کاش به جای این همه تخریب و این تبلیغات سنگین و بی سابقه یک برنامه ای ارائه می شد. متاسفانه در تبلیغات انتخاباتی به ملت بزرگ ایران توهین شد که من بسیار متأثر شدم. ما چرا باید مردم رو از خودمون ناامید کنیم؟ چرا باید اینقدر خودمون رو شیفته قدرت نشون بدیم؟ من شخصا علاقمند به ورود به این بحث ها نبودم. 4 سال تحمل کردم و از همه توهین‌ها و افتراهاتی که به خود من شد و نسبت داده شد گذشت کردم. الان هم می‌گذرم. بارها اعلام کردم که من همه را بخشیدم. اما از توهین به مردم، توهین به انتخاب مردم، از توهین به فهم و شعور مردم و منافع مردم نمیتونم بگذرم. اجازه ندارم. مردم این اجازه را نمیدن که وقتی که حیثیت اونها مورد هجوم قرار میگیره یک خادم اونها گذشت بکنه. در دیدارهایی که من با مردم دارم در شهرهای گوناگون، اقشار گوناگون، به طور گسترده از من میخوان که از حق اونها دفاع کنم، از موضع اونها دفاع کنم. من باید ریشه این بداخلاقی ها، این جفاها، این فریب ها رو بگم به مردم. قبلا